با درودی دیگر خدمت تمامی سروران، کشتی دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین نظری MMA. با یک کشتی دیگه در خدمت شما هستیم از سری مسابقات جام دانکلوف که در حال برگزاری هستش. کشتی اول میثم عبدی در وزن 97 کیلوگرم در مقابل حریفی از مولداوی رادو لیفتر. بریم ببینیم این کشتی زیبا رو، امیدوارم که لذت ببرید. دو کشتی گیر بروی تشک میان و اینجا با سوت داور کشتی آغاز میشه. کشتی اول یه جورای کشتی سنگین و نفسگیری هست همیشه تا شوشا عادت کنه، بدن گرم بشه. ببینیم جوان کشورمون میثم عبدی در این کشتی چه کار خواهد کرد. میثم عبدی از شهر قدس هستش، اومده که تو این دور از مسابقات خودش رو محک بزنه. طلای جام تختی رو هم داره میثم عبدی، یکی از کشتیگیرهای خوش آتیه ما هستش که مطمئنن کشتی های زیبایی در آینده خواهیم دید از این جوان. یه لحظه توی غافلگیری حریف مولداوی به پای عبدی میرسه، اینجا میرفت که یک لحظه خاک کنه، ولی عبدی مثل یه سبک فست هوشیارانه برگشت و رو کرد. حالا مچ پای حریف مولداوی رو گرو گرفته. رادو لیفتر سعی میکنه که نباید مچ رو رها کنه عبدی، اگه مچ رو رها کنه خاکش میکنه. بله همین درسته، بله نگه میداره تا به دلیل مکس بیش از حد اجرای فن داور سرپا اعلام میکنه و هیچ امتیازی به رادو لیفتر تعلق نمیگیره. بریم ببینیم ادامه کار. دو کشتگی از سرپا کشتی رو ادامه میدن. دستای کشتیگیری ما بهتر کار کرده تا به اینجای کار. داور درخواست اخطار کمکاری برای بله رادو لیفتر میده که مورد تایید قرار میگیره. حالا شات کلاک همون اخطار 30 ثانیه روی رادو لیفتر قرار میگیره. دوستان یادآوری کنم که یک ماه پیش قانون جدیدی برای این شات کلاک تصویب شد که اگر در این صورت الان عبدی بتونه هر امتیازی بگیره هیچ تأثیری رو اون 30 ثانیه نخواهد گذاشت، یعنی اون 30 ثانیه به قوت خودش باقی هست و یک امتیاز دیگه میگیره عبدی. ولی اگر تو این شرایط حریفی که اختیار کمکاری روش قرار گرفته فن بزنه و امتیاز بگیره، اون 30 ثانیه حذف خواهد شد. قبلا هر کشتیگیری به امتیاز میرسید 30 ثانیه حذف میشد، ولی الان قانون عوض شده. یه لحظه لیفت میکنه، میره بر کند فرنگی لیفت میکنه، ماشالله ماشالله. یه لحظه در حالی که میرفت زیرگیری کنه رو کرد لیفت کرد، یا یک بارگی لیفت میکنه بله، یا بار انداز دیگه هم میزنه. ببینیم امتیازی بهش میدن یا نه. بله یه دو امتیاز باید بدن برای این لیفت و بار انداز. حالا اینجا بله ما یه فیتل پیچ رو جمع میکنه و یه فیتل پیچ اینجا میزنه، حالا دو امتیاز بهش میده. حالا نتیجه کشتی 5-0 میشه به نفع میثم عبدی عزیز. کشتی اولش داره خوب کار میکنه، کم تر از 10 ثانیه به پایان این کشتی، البته 3 دقیقه اول این کشتی زمان داریم. دو کشتی که تو سرشاخ ادامه میدن و اینجا 3 دقیقه زمان اول کشتی به پایان میرسه. دو کشتی که نزد مربیای خودشون میرن تا با استفاده از تجربیات مربیای خودشون و تذکراتی که اونا بهشون میدن ببینید در 3 دقیقه دوم چه کار خواهند کرد. میثم عبدی عزیز قهرمان جام تختی ایران هست، طلای جام تختی رو داره و همچنین برنز رقابت های بین المللی رومانی رو گرفته، البته در وزن 92 کیلوگرم. اینجا در وزن 97 کیلوگرم داره کشتی میگه. بریم ببینیم 3 دقیقه دوم رو چطور آغاز خواهد کرد. میتونه تو کشتی اولش از سطح این حریف مولداوی عبور کنه یا نه. کشتی آغاز میشه، زیر کتفای هم دیگه میگیرن، مچ دست رو گرو گرفته تا از زیرگیری های مولداوی
جلوگیری کنه. دو دستی دستو گرو میگیره. تو این حالت میتونه زیرگیری کنه، ولی خب رادو لیفتر هم زیرک هست. یه لحظه گاردش رو پایین آورد که نتونه میثم عبدی زیرگیری های خودش رو به اجرا بذاره. تو سرشاخ سرگردن هم دیگه کار میکنن. حالا زیر کتف میزنه، یه زیر نشون میده رادو لیفتر، ولی میثم عبدی باهوش هست، دست و پای کشیده و بلندی داره. یک بار به پای میثم عبدی رسید ولی نتونست. یک بار دیگه پا رو گرفت، مچه پا رو، ولی نتونست. باهوش هست، مثل سبک‌وز سرحال و چالاک داره کشتی میگیره. میثم عبدی ما همچنان رو به جلو هست. یه لحظه یه زیر دیگه نشون میده رادو لیفتر، ولی هوشیار هست. کند زیر میگیره. با این زیرگیری ها مطمئنن به پاهای بیدار میثم عبدی نخواهد رسید. نمیتونه با این زیرگیری ها نتیجه بگیره. تو سه دقیقه اول هم یه زیر گره، ولی با اینکه کامل مچ و پا رو از آن خود کرده بود نتونست خاک کنه میثم عبدی رو. یه بار دیگه زیر نشون میده، حالا میاد که پشت میثم عبدی برسه، ولی نمیتونه. و اینجا اختیار کمکاری به میثم عبدی میدن. یه بار دیگه زیر نشون میده، به پای حریف رسید، ولی با خیمه سنگین میثم عبدی روبرو شد و ترجیح داد که برگرده. میثم عبدی میتونه تو برگشت ها به پشت حریف برسه. حریف کند هست، نمیتونه با سرعت بالا زیرگیری کنه. نشون میده ولی به پای بیداره میثم عبدی نمیرسه. حالا در گوشه تو شک یک پایدی تو سرشاخ گوشتی ادامه پیدا میکنه. کمتر از 50 ثانیه یه زیرگیری دیگه، ببینیم باز هم میتونه کنده فرنگی رو بکشه یا نه. میثم عبدی هم میخواد که نه، اینجا داور سرپا اعلام میکنه به دلیل مکس بیش از حد اجرای فن. خسته شده حریف مولداوی رادو لیفتر، خیلی انرژی گذاشت، خواست امتیاز بگیره. اینجا هم یه زیر دیگه نشون میده، به هر دریزت بسته بود. ماشاءالله بلا فاصله مثل شلاق پای خودشو به عقب پرتاب میکنه و خیمه سنگین. ولی این خیمه سنگین نمیشه دستای پرتوان میثم عبدی فرار کرد. فقط 20 ثانیه تا پایان این دیدار زمان داریم. ببینیم میثم عبدی میتونه گام اولش رو محکم برداره یا نه. بله، تا به اینجای کار برنده این میدان هست و بعید میدم تو این 10 ثانیه دیگه این کشتی بتونه امتیازی بگیره. ولی همچنان سعی خودش رو داره میکنه. و بله، اینجا این دیدار به پایان میرسه. میثم عبدی در گام نخست موفق شد که این کشتی گیره مولداوی رادو لیفتر را شکست بده. میریم و هم کشتی های بعدی میثم عبدی عزیز رو هم میبینیم. تا دور دیگر، بدرود.